هدا صابر نویسنده و فعال ملی مذهبی که در اعتراض به شهادت هاله صحابی اعتصاب غذا کرده بود به دنبال انتقال به بیمارستان درگذشت. در ارتباط با درگذشت این فعال سیاسی با فیروزه صابر خواهر هدا صابر مصاحبه ای انجام داده ایم که میشنوید. خانم فیروزه صابر واقعا تسلیت بهتون میگم. متشکرم، ممنون. خیلی شدی؟ ممنون، خیلی ممنون. شما کی مطلع شدین که آقای صابر فوت کردن؟ ما همین امروز صبح اونم تازه از خبر سایت آقای نوریزاد، در صورتی که از جمعه آوردنش بیمارستان مدرس دو دفعه در زندان اوین فکته کرده، دردش رو اعلام کرده، بعد از 5-6 ساعت رسوندنش به بیمارستان که خیلی دیر شده، تو این فاصله به ما اصلا نگفتن. دیگه چی بگم دیگه، دیگه این نامردی ها، اینا رو من چی بگم؟ دلیل مرگ آقای صابر رو چی گفتن؟ میگن که ایست قلبی بوده. البته میدونین که اعتصاب قضا بوده و فشار اومده روش، دو دفعه حالت سکته بهش دست داده در زندان اوین و بهش توجه نکردم، بعد از 5-6 ساعت بردن بیمارستان که دیر شده. نه نه خبر ندادم، خلیق سایت نمیدیم ما بهشون زنگ بدیم و ایشون اتفاقی دیروز اومده بودن بیمارستان که دیده بودن که گفتن یه دکتری گفته هدا صابر توی CCU تمام کرده و این نامردا هیچ کدوم به ما نگفتن. خانم صابر، اعتصاب غذای آقای هدا صابر تر بوده. شما فکر میکنین چرا باید بعد از مدت کوتاهی ایشون فوت کنن؟ نمیدونم، به هر حال فشارهای روحی ناشی از آقای مهندس و حاله بوده، فشار شوکی که به حاله بوده. به هر حال اونام تو زندانن، دستشون بسته، دستشون کوتاهه، شرایط خوبی ندارن و ما مثلا بیخبریم. ما آخرین باری که دیدیم دوشنبه یه هفته پیش تو ملاقات بود که اون موقع خوب بود نسبتاً، ولی علم این که بودم قبلا خب یه فشارهای قلبی بهش وارد شده بوده قبلا تو زندان. خیلی ممنون خانم صابر، ما رو تو غم خودتون شریک بدونین. قربان شما، خیلی ممنونم.